اون موفق شد. بالاخره تخم شک ها تو دلتون کاشت. نه خیر، این شک نیست حبیب، این محبت اونه. با وجود این همه تلخی بازم یه گوشه یه دلم هنوز دوستش داره. این که خیلی خوبه. پیش شما هم هنوز گزینه بخشش برای اون وجود داره. یه چند وقتی بگذره و درست بشه، شما بازم اونو کنارتون می نشونین. نه خیر، دیگه کنار من برای اون جایی نیست. اون درست بشه یا نشه، من دیگه شکستم. زینت، بهت گفتم یه لیوان چای بیار. کجایی؟ داری چی کار میکنی؟ هیچ کار. تو حرف تو کلت نمیره؟ ایشون خودشون بهم نگفتن که من نمیتونم بهشون نگاه کنم. چه نیازی داری بهشون نگاه کنی ها؟ دست خودم نیست، نمیتونم مانع بشم. واسه این کار باید شما چشامو در بیاری. والا شاید با خودت هم همین کارو بکنی. چشماتو در میارن ها. خادمه. بله هاش خانوم. بله اومدم. بله. لازم نیست که اینقدر به گلسوم سخت بگیری. بدش من. نمیخواد، خودم انجام میدم. گفتم بده به من. گفتم خودم انجام میدم. به خاطر همین لجبازی به این روز افتادی. من از این وضعم راضیم. اما من راضی نیستم. خب میتونید به من نگاه نکنید. کی گفته نگاه کنی؟ خانوادت هم ناراحتن. نمیدونم کی رفته و بهشون در مورد تو گفتی. شما نگران اونا نباشین. اگه اونا به فکرم بودن می اومدن دنبالم. دایی تماس گرفته بود، میخواست باهات حرف بزنه. شما چی بهش گفتین ها؟ که من رو تخت نرمم نشستم و دارم دعا میخونم واسه بالا رفتن درجه و مقامم؟ یه کاری کنین، گوشی رو بیارین، من خودم بهش میگم. تو خیلی خوب میدونی که من اجازه این کارو ندارم. شما فقط اجازه اینو دارین که این سطل رو از دستم بگیرین، همین؟ من که بهتون گفته بودم شما از خودتون شخصیت ندارین. شما فقط یادم بیچاره و بیپناهید، یادم مجبور که واسه مطمئن کردن اون آدم حتی یه گوشی رم نمیتونین واسم بیاری. اون آدم براتون مثل پدرتونه، بزرگتون کرده، شما رو تربیت کرده. اما همه یه پیوندها، روابط و دوست داشتنتون به حکم و دستور یکی دیگه است. وایسا.
بگیرش. به دایی زنگ بزن. الو. سلام علیکم بابا. علیکم سلام دخترم. چطوری عزیزم؟ من خوبم بابا جون. شما چطورید؟ من کاملا خوبم. خدا رو شکر که تو خوب هستی. خوش باشی. من خیلی خوشحالم بابا. ببین راستشو بگو ها. هرچند تو هیچ وقت دروغ نمیگی. من راست میگم بابا جون. من خیلی خوشحالم. که اینطور؟ خدا از همه بلاها در امان نگهت داره. من از دعاتون فراموش نکنیم بابا. شما که میدونین چقدر دعاتون برام آرام بخشه. تو واقعا خوشحالی نه؟ بله بابا. شما نگران نباشی. هارون که حواسش بهت هست نه؟ آره خیلی حواسش هست. حاج خانوم و جناب شیخ چطور ها؟ آره بابا جون اونا مثل چشماشون مراقب منه. نمیدونم یه آدم بیشوری اومد گفت که با خدمتکارای اونجا میمونی، شب و روز تمیزکاری میکنی. اون بهتون دروغ گفته. همه اینجا به من حسودی میکنن. خب ببین این آخر هفته مغازه رو میبندم و میام دیدن تو، باشه؟ نه 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 بابا فعلا دیدنم نیای. چرا دختر؟ هنوز واسه دیدن اجازه نداریم؟ نه بابا جون. که اینطور؟ اما خیلی وقته که ندیدم دخترم. خیلی دلتنگتم. منم دلتنگتونم بابا. دیگه باید گوشی رو قطع کنم. همینقدر اجازه داشتم با تون حرف بزنم. خب کی اجازه داریم که تو رو ببینیم؟ الو دخترم. الو منو ببخشید. به خاطر من گناه بزرگی و مرتکب شدی. که از پشیمونی دارین گریه میکنی. تو چی فکر کردی؟ مگه من از سنگم؟ توی سینه من قلب نیست؟ من دلتنگ اونا نمیشم؟ منم همه چیمو از دست دادم. خانوادم و مغازم و دوستام و همونطوری که یه ماهی وقتی از آب بیرون میاد میتپه، منم همونطوری میتپم. اما نمیتونم به کسی اینو بگم. این اتفاقایی که برای من میفته همش به خاطر تو میفته. من که دارم تاوان اون عشقی رو میدم که تو برای یکی دیگه داری. تو عاشق میشی و تاوانشو من میدم. مقام تو میگیری و حقارتو من به دست میارم. من دیگه چی کار کنم؟ تو به هم بگو من چی کار کنم؟ گلسوم فقط یه عقیده برای من مونده. اونم از دست بده.
دخترت کجاست رابه؟ حتما یه گوشه کناری مرده. چی شده؟ چرا اخمای همتون امروز تو همه؟ با هم دعوا کردین؟ زنده داش؟ چیزی نشده مجید. رابه دختر یه لیوان چای برای منم بیار، اما کنارش شیرینی هم باشه. چرا؟ خبر خوشی بهت رسیده؟ لاتاری برنده شدی؟ بدهکارا تسویه کردن؟ مشتری واسه مغازت اومده؟ چی شده؟ چرا انقدر خوشحالی؟ الان با دخترم حرف زدم. چی؟ تو با گلسوم حرف زدی؟ آره. اون چی میگفت؟ میگفت خیلی خوشحاله، همه خیلی حواسشون بهش هست، هم هارون هم حاج خانوم و جناب شیخ. شما هم دیگه با شنیدن حرف هر آدم مزخرفی نگران میشین. دختر ما تحقیر و ذلیل بشه، اونم خونه جناب شیخ. خب داداش، وقتی مسئله دخترمون باشه آدم خیلی بیشتر دلنگرانه. مردم از حسودیشونه دارن این شایعاتو پخش میکنن که دختر ما خدمتکار شده. جلوی مغازمون اون مغازه بزرگه که هستش، اونجا دوتا از مریدای جناب شیخ کار میکنن. یکیشون اومده بود و داشت همچین چرت و پرتای میگفت. داداش جان، فردا میریم خونه جناب شیخ و ازشون شکایت میکنیم. بی خیال پسر جان. چرا بی خیال شم؟ میره یه جای دیگه هم این حرفو میزنه، من اونو ولش نمیکنم. گفته باشم؟ ممکنه اون آدم راست گفته باشه مجید. یعنی چی؟ یعنی اینکه آدمای خیلی زیادی دارن این حرفو میزنن که گلسوم اونجا تحقیر میشه. این چطور ممکنه زن داداش؟ زن و دختر صلاح الدین که دیروز اومده بودن مینو رو ببینن، اونا همچون چرندیاتی گفتن و رفتن. اونا که همینجوریش هم بهمون حسودی میکنن. فقط اونا نه، چند نفر دیگه هم همینو گفتن. خب دیگه کیا گفتن؟ نکنه شما چرت و پرتای مینو رو باور کردیم، یا چه میدونم حرفای اون مهرنگار که یه زن بیدینه رو باور کردیم؟ ولی احساس یه مادر هیچ وقت بهش دروغ نمیگه. پس چرا اینجا نشستی و زانوی غم بغل کردی؟ برو خودت ببینش، با حاج خانوم هم حرف بزن. من رفته بودم، 4 مرتبه رفتم، نه حاج خانوم رو تونستم ببینم، نه اونا اجازه ملاقات با گلسوم رو بهم دادن. زنده داشت، خب مقام گرفتن که الکی نیست، باید 40 روز هیچ کسو نبینه، چون شیطان زورش رو میزنه، وسوسش میکنه، به دلش شک میندازه. مگه نه خانده داشت؟ به خاطر همین وسوسه ها ساکت موندم. پس بگین، اون کفر رو بگین که حتی شنونده با شنیدنش گناهکار میشه. من که نمیخوام بشنوم. دارم میگم که دخترم اونجا تحقیر میشه. غنی، دخترمون اونجا داره اذیت میشه. خواهش میکنم یه کاری کن، خواهش میکنم. تو داری چی کار میکنی؟ تمیزکاری میکنم. تمیزکاری میکنی یا کار دیگه ای میکنی؟ منظورتون چیه؟ کار دیگه یعنی چی؟ نمیبینی تمیزکاری میکنم؟ گوش کن چی میگم. اگه هاش خانم و جناب شیخ چیزیشون بشن، مسئولش تویی. اونا خیلی قاطع من کردن که تو نزدیک غذاهای اونا بشی، ممکنه هر چیزی توی غذاشون بندازی، حتی مسمومشون کنی. این چه حرفیه میزنی زینت؟ چه شده؟ این توی غذای حاج خانم زهر بریزه؟ تو چطور همچی فکری کردی؟ من همچین فکری نکردم آقا. این دستور جناب شیخه که این نزدیک غذاها و خوردنیهای اونا نباید باشه. حالا باهات حرف میزنم، از اینجا برو. برو. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو هم برو. ببین زینت، هرچی هم که باشه گلسوم اصلا اینجوری نیست. آهان، یعنی به جای حرفای جناب شیخ به حرفای تو اعتماد بکنم؟ آخر زمون شده. باش، درسته، اعتماد نکن. بیا اینو بگیر، این آرده، خوب چکش کن که تو اینم زهر نباشه. این دست تو نیست که زخمی شده، بلکه قلب من زخمی شده. این تو نیستی که تنبیه شدی، در اصل من تنبیه شدم.
اینجا در شنو منزلت شما نیست. تو مگه گذاشتی منزلتی داشته باشم؟ شما نمی ترسین؟ اگه کسی ما رو ببینه چی؟ اینجا همه چشمشون کوره، فقط همونیا می بینن که من نشونشون میدم. منظور منو گرفتی؟ دیگه چقدر می خوای اذیت بشی؟ چقدر زمان می بره که این موضوع رو بفهمی؟ که تو نمیتونی با من بجنگی. با خسته کردن و هلاک کردن خودت، وقتی سر روی زانوم بذاری هیچ کم بوده محبتی احساس نمی کنی. اما احترام جلوی من کم میشه. وقتی از بیپناهی بیای بغلم گریه کنی، اون وقت جات روی چشمام نه، بلکه پیش قدمامه. بگو اگه من بخوام بازم میتونم تو رو دوباره همون جایی بفرستم که ازش اومدی، همون جایی که همه دست بسته پیش تعظیم میکردن. اگه با زبونت نمیتونی بگی با چشمات بگو. باید برم لباسوی نشسته رو بشورم، داره دیر میشه. الان سینه دوباره عصبانی میشه. من اینو نمیفهمم که اون چطوری تونست به تو زور بگه. تو که از بچگی اون بیچاره رو همش کتک میزدی. من هیچ وقت ندیدم حتی اون با صدایی بلند با کسی حرف بزنه. تو یادته؟ یادمه یه بار تو بچگیتون رو بد جوری کتک زده بودی. اون طفل معصوم پیش هیچکی شکایت تو رو نکرد. مامان اون نه بیچاره است و نه معصومه. نه خیر بلال، اون یه گوسفند بیگناهه، گوسفند قربونی. شکارچی همونیه که داره اونو قربونی میکنه. به اسم اعتقاد تناب گردنش انداختن و جلوی تو آوردنش. پس اون گوسفندی که تناب گردنشه چطور این همه قدرت به دست آورد؟ مامان من فکر میکردم که یکی دو تا ضربه میزنم و تمومش میکنم. اما اون به من یه ضربه زد و ناکارم کرد. اینطوری یه پسر برای یه دختر میجنگه. پس منظورت اینه که اون بیشتر از تو گلسومو دوست داره و تونسته تو رو شکست بده. دعوا هنوز تموم نشده. پس میخوای اونو بکشی؟ خب فرض کنیم اونو کشتی، اما بازم تو گلسومو به دست نمیاری. به دست نیارم، ولی حداقل آزاد که میشه. بعد از اون بیشتر حبس میشه. گلسوم تماس گرفته بود یه روز بعد از اون دعواتون، میخواست باهات حرف بزنه. چه حرفی میخواست با هم بزنه؟ مامان دارم ازت سوال میپرسم، اون چه حرفی میخواست بزنه؟ اون میگفت که تو دعوای بین تو و هارون هر دوتون میبازین، برنده این بازی کسی نمیشه جز شیخ حبیب الله خان. زینت
همه کجا رفتن؟ خادمه؟ 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 حاج خانم؟ حاج خانم خوبی؟ حاج خانم چطور شده؟ حاج خانم؟ حاج خانم خوبی؟ خیلی عالی شد. باز با اون آشتی کرده این؟ کنار خودتون نشوندینش؟ نمیدونم اون چی بهتون خورنده. من ازتون یه سوال میپرسم. میخوام بدونم کی بهش این جرأت رو داده؟ این توهین به منه، بی احترامیه. شما دارید دشمنی میکنید، هم با خودتون و هم با من. حال حاج خانم خوب نیست جناب شیخ. وقتی حال خانم خوب نیست اون تو این اتاق چی کار میکرد؟ پیش سغرا بودیم، دوباره میگرنش عود کرده بود. باید خجالت بکشی، رفتی مراقب اون باشی، اونو اینجا فرستادی؟ من که چیزی نمیدونستم، فقط بهم خبر رسید که حال هاش خانوم بد شده. الان میرم ازش بپرسم. آقا شما چتون شده خانم؟ اونو دوا نکن حبیب، اونو خداوند پیش من فرستاد. امروز گلسوم جون بچه تو نجات داد. اگه من حاج خانمو نمی گرفتم اون می افتاد زمین، سرش داشت گیج می رفت. سرش هم به خاطر تو گیج می رفته، حتما به خاطر قیافه تو بوده. من قبل اومدن ایشون پشت در قایم شده بودم، حتی نمی دونست من اونجا. تو که راست میگی، تو دیدی که همگی درگیر سغرا هستن، گفتی فرصت خوبیه که یه جوری خودمو به حاج خانم نشون بدم. خدا رو شکر زینت که الان حالشون خوبه. بعدن برین ازشون بپرسین که چشون شده بود، خودشون میگن. حاج خانم مهربونه، دل رحمه، از گناه تو چیزی نمیگه، اما جناب شیخ هیچ وقت نمیبخشه. تو شر بزرگی به پا کردی گلسوم جان، ایشون بد تو بیخام میکنن. چی شده؟ همه یه وسایلاتو تو انبار میندازم، همونجا بمون، برو تو همون اتاق. از وقتی که تو اومدی من همش توبیخ و سرزنش میشنوم. یه عمر زحمتمو داری با خاک یکسان میکنی، دیگه این آخر عمری به قهر جناب شیخ دچار میشم و میمیرم. زینت درست حرف بزن ببینم چی شده، بگو چی شده. تو یکی ساکت باش، با تو که حرف زدن بیفایده است. اگه تو مرد بودی حواست به زن جوونت بود، اینجوری به خاطرش کسی توبیخ نمیشد. در ضمن اگه بازم کار اشتباهی کردی، این بار خودم کدکت میزنم دختر بی ادب. ببین زینت، تو نمیتونی با گلسوم اینطوری حرف بزنی. آهان، پس تو میگی که من چجوری باهاش حرف بزنم؟ باز چی کار کردی گلسوم؟ من هر کاری که کردم به خاطرش اون جناب شیخت باید همه عمرش و مدیون من باشه.
اما اون اینو بهونه کرده و تو را عصبانیتشو خالی میکنه. جدی؟ اما چی شده؟ به منم بگو بفهمم. این زینت چرا داشت اینجوری سر داد میزد؟ شما چرا تا دیروز دعوا میکردین؟ اونم داره همون کاریو میکنه که جناب شیخ بهش دستور میده. تا دیروز که اون میگفت من خیلی محترمم، همه احترام منو داشتن، اما امروز اون میگه من حقیرم، پس همه دارن تحقیرم میکنن. همین. خب من که هنر خاصی ندارم دیگه، نه کسی به گفته خودم به هم احترام میذاره، نه کسی تحقیرم میکنه. اینا همش از لطف شیخه. حالا در عوض این باید چی کار کنیم؟ بگین. اونو از پیش پاهمون بلندش کنیم و دوباره تاج سرمون کنیم. اما واقعیت اینه حبیب، اگه امروز اون منو نمی گرفت، خدایی نکرده. شما رو کی به این وضع رسونده خانم؟ ها؟ اگه زن محکمی مثل شما از پا افتاده، خب دلیلش کیه؟ اگه جای شما کسی دیگه می بود، شاید این بچه را اون همین الانم هم داره باهاتون بازی میکنه، شما را احساساتی میکنه و داره ضعیفتون میکنه. چه بازیگی؟ اینو من نمیتونم. هیچ مردی نتونسته مکر و حیله یه زن رو بفهمه. اون چی کار میکنه؟ دیگه چه کاری مونده که بخواد انجام بده؟ این دخترایی که تو کوچه و بازار بزرگ شدن با زنهایی مثل شما قابل مقایسه نیستن. من نمیدونم اگه اون این کارو میکنه دلیلش چی میتونه باشه. من که همیشه دوستش داشتم، بی نهایت دوستش داشتم. اونم به عشق یکی دیگه داره این کارا رو میکنه. نه خیر، اون دیگه هیچ کاری نمی کنه. قلبم اینو میگه. تو این قلب برای منم جایی مونده یا همه جا رو اون گرفته؟ من تو قلبم بهت جا ندادم حبیب، بلکه قلبمو بهت دادم. اگه یه خواهشی ازت داشته باشم چی؟ تا وقت به دنیا آمدن بچه از اینجا بری. این بچه تو خطره. آخرش هم مریض شدی، طبعت خیلی شدیده. نگران نباشین، زود خوب میشم. چند بار بهت بگم که این کارا در توان تو نیست. تو یه عمر تو ناز و نعمت بزرگ شدی.
خیلی خوب یادمه وقتی زندایی رابعه جارو دستت میداد زندایی طاهره زود سر میرسید. اون میخواست این توی این دستات کتاب ببینه. برای همین میگم که در توانت نیستش. هنوز هم اون کتاب و دستمه. واسه همین تمیزکاری و جارو میکنم، ظرف میشورم. اگه کتاب و دستم نبود دست اون شیختونو میگرفتم. ببینم چیزی خوردی؟ آره. تو بچگیت هم وقتی ازت میپرسیدم که دارو تو خوردی اینطوری آره یه دروغکی میگفتی. راستی اینو ببین، اینو برای تو آوردم، یه ذره بخور. اینو از خونه آوردی؟ ناره به هم بگو. من میدونستم تو از اینجا هیچی نمیخوری، واسه همین از اونجا آوردم. آخه چند بار باید بهتون بگم که نباید برید اونجا؟ چرا میرید؟ دیگه به هیچ وجه اونجا نمیرین. به هم قول بدین. ببین گلسوم، کسی که بخواد منو بکشه هر جایی میتونه بیاد، پس ترس اصلا معنی نداره. خدایا چرا به اینا نشون نمیدی که تو بزرگی؟ که بنداد نمیتونن خدایی کنن. بشین همینجا. خوبه حاج خانم، شما دستور بدین. میدونم که تب داشتی و اومدی اینجا. این دارو رو بخور بهتر میشی. زینت به هم دارو داده. من فکر میکردم که این داستانا دیگه تو این دو روز زمونه نیست. لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، رومئو و جولیت، عشق همشون توی کتابا دفن شد. اما تو دوباره اونا رو زنده کردی. شنیدم که بلالم توی تب عشق میسوزه و برای خودش لیلا لیلا میکنه. کاش اون دو رو پیدا میکردم که به گفته ی تو برای بلال نوشته بودم. راستشو بپرسی اصلا یادم نمیاد که توش چی بود. احتمالا اون زمان برای دلداری دادنه تو بدون فکر کردن چند تا کلمه نوشته بودم. اما الان واقعا میخوام بدونم که توی اون دعا چی بود که به ماجرای بزرگی تبدیل شد. یه دختر معمولی اینقدر شجاع و نترس شد که حتی برای شیخ و روحانی هم احترام قائل نشده. بهش تهمت زد، بهش افترا زد. جناب شیخ، راستش من یه نقشه جدید تر کردم واسه این شرایط پیش اومده جدیدمون. شیخ، به جای از بین بردن هارون چرا نیاییم بلال و توسط هارون از بین نبریم؟ جناب شیخ، بعد رفتن هارون، وقتی حاج خانومم اینجا نباشن، اون دختر درست تو همون موقعیتی قرار میگیره که روز عروسیش بود. بعدش اون دختر بدون فکر کردن میاد و به پاتون میفته. اما
اما شیخ، بعد رفتن هارون اون دختر دیگه یه بیوه است و از طرفی حاج خانومم به شهر خیلی پایبنده و اون براش دنبال یه شوهر جدید میگرده. من بهت گفته بودم که تو هیچ نقشه‌ای نمیخواد بکشی، تو فقط همون کاری رو بکن که من بهت میگم. شیخ من... آره شرایط عوض شده، کاملا عوض شده. تو دل زن وقتی شک به وجود بیاد، هیچ قسم و هیچ اسمینانی نمیتونه اون شک رو از بین ببره. ولی زندگی کردن به گلسوم زیر این سقف برای اون ممکن نیست. اون باید از اینجا بره. بلال راحت به این خانه میاد، اون هارونو میکشه و گلسومو با خودش میبره.